خط مهمترین رویدادها. انفجار مرگبار بار در یک مدرسه دینی در ولایت سمنگان وزارت امور داخله میگوید پس از چاشت امروز در پی یک انفجار در شهر ایبک سمنگان ده تن جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شدند ستایش رینا امیری از کارکردهای بانوان افغانستان نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر گفته که بانوان افغانستان در برابر تهدید خشونت و زندان ایستادند صدای زنان مدرز افغانستان صدای عدالت و برابری است صدایی است که برگرفته شده از درد جامعه است امریکا بزرگترین کمک کننده افغانستان سیگر میگوید ایالات متحده در بیش از یک سال پسین بیش از یک میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که مؤسسات مؤسسات امداد رسان توزیع میشه و مسئولیت شاید نمیفهمه یعنی به یک حکومت مسئول داده نمیشه سلام و وقتتان بخیر به مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون یک با من موسا محمدی خوش آمدید. هنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان با عبدالسلام حنیفی معاون اداری رئیس وزیران دیدار کرد. ارگ در توییت نوشته که در این دیدار که شماری از عضوهای کابینه و برخ مقامهای امارت اسلامی نیز حضور داشتند، آقای هنفی گفته که حکومت سرپرست خواهان گسترش رابطه ها میان دو کشور است. بانور ربانی هم در این دیدار گفته که کشورش به افغانستان سلحامیز و باثبات متحد است. همزمان یک منبع با اعتبار به تلویزیون یک تایید می کند که این حیات بلندپایه پاکستانی از سوی ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع پذیرفتن نشده است. ایمال سیار گزارش می دهد. پایان سفر یک روزه ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان بانو ربانی ناوقت دیروز با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران دیدار کرده است ارگ در تیویتی نوشته که در این دیدار که شمار از عضوهای کابینه و برخی مقامهای امارت اسلامی نیز حضور داشتند آقای حنفی گفته که حکومت سرپرست خواهان گسترش رابطه ها میان دو کشور است معاون اداری رئیس وزیران همچنان با تشویق گذاران پاکستانی به سرمایه‌گذاری در افغانستان گفته که افغانستان آماده همکاری برای عملی شدن پروژه های اتصال منطقه‌ای چون تاپی و کاسا یک هزار است افغانستان پل اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی است و ما به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ همچون تاپی تاپ کاسا 1000 و خط آهن پشاور کابل ترمیز آماده همکاری هستیم که با عملی شدن این پروژه ها روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و کشورهای منطقه افزایش یابد. آنچه که پاکستانی ها تحت میکنن کنند به او هیچگاه عمل نه کردند و تمام مسائل پاکستانی ها از زیر سیاسی می از گاهی که روابط سیاسی با پاکستان تیره می مشکلات ترانزیت ایجاد میکنن کنند من امیدوار که ایبار بار پاکستانی ها آنچه که میگن با او تحت بکنند تا از یک طرف مشکل ترانزیت حل شود و از سوی دیگه ما بتانیم که پروژه منطقی را حرکت بدیم حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان هم در این دیدار گفته که کشورش به یک افغانستان صلح آمیز و باثبات متحد است. از فرصت های بدست آمده باید استفاده اعظم صورت گیرد و نباید درگیر اشتباهات گذاشته شویم. ما باید یک محیط خوب برای گسترش مناسبات تجارتی و تماس مردم با مردم را ایجاد و چالش ها را به فرصت مبدل سازیم. رفت آمد تاثیرات به رو... روابط داره نشاط ها خوب است که تفاهم صورت بگیره مگر ما از این خاطر که فرزن اثرات خود باره افغانستان داشته باشند فکر میکنم آیسته ایسته اثرات کم شده برای چون روابط روز با روز با جهان غرب نزدیک شده میره و همین باعث بهتری و بهبود برای افغانستان است شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم در این دیدار با اشاره به امنیت نسبی گفته که باید از فرصت های بدست آمده در توسعه بازرگانی کار گرفته شود همزمان یک منبع با اعتبار به تلویزیون یک تایید می کند که این حیات بلندپایه پاکستانی از سوی مولا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع پذیرفته نشده است. پیش از این هنا ربانی در آغاز سفر خود با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرده و روی تقویت رابطه ها میان دو کشور تاکید کرده است وزارت امور داخله انفجار در یک مدرسه دینی در ولایت سمنگان را تایید کرده است. عبدالله تکور سخنگوی این وزارت به تلویزیون یک میگوید در این انفجار که پس از چاشت امروز در شهر ایبک رخ داده ده دانش آموز مدرسه جان باخته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخله اما در مورد نویت این انفجار جزیات نداده و تاکید کرده که نیروهای امارت اسلامی در ساحه حضور یافتند. بیشتر شماری از خبرنگاران محلی در ولایت سمنگان بر رسانه ها گفته که در این رویداد 23 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند گفته می شود که قربانیان این انفجار همه دانش آموزان هستند تا هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان کارکردهای به افغانستان را برای به آوردن حق آموزش و کار ستوده و آن را قهرمانان واقعی خوانده است بانو امیری تاکید کرده که این بانوان در مقابل تهدید خشونت و زندان ایستادند او از رهبران جهان به ویژه کشورها با جمعیت اکثریت مسلمان خواسته که پیام واحد را درباره سهم کردن بانوان در جامعه برسانند سهیلا یوسفی در این مورد گزارش می دهد. رینا امیری نماینده ویژی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان کارکردهای بنوان افغانستان را برای به دست آوردن حق آموزش و کار ستوده و آنان را قهرمانان واقعی خوانده است او در پیام تویتری به مناسبت روز جهانی مدافعان حقوق بشر گفته که به سختی میتوان نمونی از شجاعت الهام بخشتر از مبارزی زنان و دختران افغانستان برای حق تحصیل و کار پیدا کرد. د نا اميري با얏 په دې باندې هم پوשי چې د امریکا او چې د وحدت زموږ دغه الات راوره سوال نه كن بس دوی مرسته د ناري نه غوري په خصوصا د اسلامي مملکتونه زفر کاوم چې امریکا کاوله شي چې په دې سره کې ډېر غټ رول ولوبوي و هم دا رقم په وحدت باندې چې چیرته دوی تمرکز کوي او غوري چې د غوان ميرمن غا غور وېدل شي بانو امیری از رهبران جهان به ویژه کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان خواسته که پیام واحد را درباره سهیم کردن بانوان در جامعه برسانند او تاکید دارد که مشارکت کامل زنان باید غیر قابل گفتگو باقی بماند صدای زنان مترز افغانستان صدای عدالت و برابری است صدایی است که برگرفته شده از درد جامعه است باید از این صدا حمایت شود زنان و دختران در افغانستان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی از آزادی و حقوق ابتداییشان محروم شدن. بیش از 400 روز می شود که دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. امارت اسلامی اما پیوسته می گید که متحد بر راییت و حقوق اساسی همه شهروندان به ویژه بانوان است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که چین از خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان برای به کردن این کشور استفاده کرده است. پنتاگون در تازهترین گزارش خود دریافته که چین تلاش می کند تا آمریکا را به عنوان یک شریک غیر قابل اعتماد و قدرت در حال زوال نشان داده و از آن استفاده تبلیغاتی کند. آگاهان ما ایالات متحد را یکی از عامل اصلی وضعیت کنونی در افغانستان می دانند. اسدالله حکیمی در این مورد گزارش می‌دهد. استفاده تبلیغاتی چین از خروج امریکا از افغانستان وزارت دفاع امریکا میگوید چین در یک سال پسین تلاش کرده تا از نحوه خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان برای باعتبار کردن واشنگتن بهرهبرداری کند پنتاگون روز گذشته در گزارش تازه‌ای که در پیمان بعد تحولات امنیتی ملی مربوط به چین به کنگره این کشور ارائه کرده گفته که پیکن واشنگتن را شریک غیر قابل اعتماد و رو به زوال تبلیغ میکند در سال 2021 جمهوری خلق چین از ابزارهای دیپلماتیک متعدد مانند برجسته کردن خروج ایالات متحده از افغانستان و انتقاد از مشارکت امنیتی زیر پشتبانی امریکا در تلاش برای از بین بردن نفوذ ایالات متحده و شریکان آن بوده است اما در یک سال کشور کشورهای منطقه چقدر از کلای موجود در افغانستان به نفع خود استفاده کردند بحران فعلی افغانستان زیادش مربوط میشه به حکومت غنی که مشکلات افغانستان هیچ درک نمی کرد مشکلات حکومت خود غنی قد درک نمی کرد و فرار کرد این سبب بحران شد اما ای که بایدن هم یک ضرب العجل برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین کرد این هم سبب شد که بعضی موضوعات جاری مثلا مذاکرات صلح به این نتیجه نرسید و اینا برآمدند امریکا پس از 20 سال پشتیبانی نظام جمهوریت در افغانستان بر اساس توافقنامه دو حد در ماه آگست سال گذشته افغانستان را ترک کرد و جمهوریت فرو پاشید. در یک سال پس این مردم افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کردند و بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا مسدود شده است. مقام های چینی در این مدت امریکا را عامل وضعیت کنونی افغانستان خوانده و گفته که واشنگتن باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر گیرد بله ما هم میبینیم که نماینده های کشور چین در بعضی از نشست ها انتقاد جدی را در مورد ایالات متحده امریکا می نماید اما ما افغان ها که از جنگ خسته هستیم نمیخوایم که جنگ های صد و نیابتی قدرت قدرتها یک بار دیگر در کشور ما با وجود بیاید ما میخواهیم که یک کشور باثبات و با امنیت دائمی داشته باشیم در راهبرد امنیت ملی سال 2022 امریکا از چین به عنوان یگانه رقیب امریکا که قصد و ظرفیت تغییر نظم جهانی کنونی را دارد اسم برده شده و سیاست امریکا در قبال این موضوع محدود کردن نفوذ چین در جهان است سیگر یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که آمریکا پس از فروپاشی نظام جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از یک میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است سیگر در توییت نگاشت که آمریکا تا کنون جای بزرگترین کمک کننده برای افغانستان را حفظ کرده است این کمک های ایالات متحد شامل 800 میلیون دلار کمک اداره توسعه جهانی آمریکا و نزدیک به 120 میلیون دلار کمک دفتر جمعیت پناهندگان و مهاجرت وزارت خارجه آمریکا میباشد. سهیلا یوسفی در این مورد گزارش میدهد. همزمان با رسیدن فصل سرما که فقر و تنگدستی در کشور بیداد می کند و دامن بحران اقتصادی هم هر روز گسترده تر می شود، اداره بازرس ویژی آمریکا یا سیگر می گید که آمریکا پس از فروپاشی نظام جمهوریت یک ممیز و یک میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگر در تیویت نگاشته که آمریکا تا هنوز جایگاه بزرگترین کمک کننده برای افغانستان را در جهان حفظ کرده است. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده برای افغانستان باقی مانده و از آگست 2021 یک اشاره یک میلیارد دلار کمک کرده که شامل نزدیک به 812 میلیون دلار از اداره توسعه جهانی امریکا و نزدیک به 118.8 8 میلیون دلار کمک دفتر جمعیت پناهندگان و وزارت امور خارجه آمریکا است. مطمئنا در کنار تناقض عملکرد و سیاست آمریکا در افغانستان و سایر موارد دیگر مهمترین موارد که توانسته موثریت کمک ها را پایین بیاره نبود جهت مشخص و مسیر مصرف واضح است تا زمانی که یک مسیر درست مصرف نسبت به این کمک ها در افغانستان ایجاد نشوه و یک جهت مشخص واحد برخوردار نشوه این کمک ها مطمئنا که نمیتونه موثریت چندانی در تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشه اداری بازرس ویژی آمریکا برای بازسازی افغانستان در حال از ارائه کمک های ایالات متحد خبر می دهد که پس از تسلط امارت اسلامی چندین بسته چهل میلیون دلاری زیر نام کمک های بشر دوستانه به با بانک مرکزی افغانستان سرازیر شده است. حالا آنچه که پرسش برانگیز می شود این است که با وجود سرازیر شدن کمک ها چرا هنوز هم مردم افغانستان با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می کند از طریق مؤسسات امداد رسان توزیع می شود و مسئولیت شادم نمی فهمه یعنی به یک حکومت مسئول داده نمی شا. که دوباره جواب دهی باشه حساب دهی باشه و معصریت و غیر معصریت از اون به اصطلاح ارزیابی کنه و مسئله سیوم که کمک ها به جریان داره اما در دا پالوش تحریم های اقتصادی انزوای افغانستان، مقاطعه به افغانستان هم جریان داره به نظر من ممکن نیست که انزوای و مقاطعه و تحریم وجود داشته باشه که به صلاح اثرات تباحکونه داره با این حال شمار از آگاهان از امارت اسلامی میخواهند تا سیاست خود را تغییر داده و توجه نهادهای مددرسان را جلب کند. گفته می تانیم که افزایش بی سابقه کمک ها در افغانستان در سال گذشته نیازهای بسیار زیاد را هنوز هم وجود دارد و آینده تاریک به نظر می رسد مخصوصا زمستان سختی که پیش رو است و اگه چون این شرایط ادامه پیدا کنه و این کمک ها شود شد بدون شفافیت و یک طرز عمل شفاف و بهتر این مشکلات مردم افغانستان را تواند که حل بسازد این در حال است که وضعیت اقتصادی کشور با گذشت هر روز و خیمتر می شود. برنامه جهانی غذا چند پیش آمار تازه از بحران غذایی در افغانستان ارائه کرده است. بر اساس آمار نهاد از هر ده شهروند افغانستان نه تن نمیتوانند غذای کافی برای خود تهیه کنند. ریاست معرف کابل اعلام کرده که آزمون تمام دانش آموزان سنف دوازده هم به تاریخ شانزده هم همین ماه گرفته خواهد شد. ریاست معرف کابل در اعلامیه گفته که آزمون تمام مضمون های دانش آموزان سنف دوازده هم برای یک روز در سراسر کابل گرفته می شود. پیش از این دانش آموزان بالاتر از سنف ششم بارها از امارت اسلامی خواستند که دروازه های مکتب را بر روی آنان باز کنند. اما هنوز مشخص نیست که با آغاز سال جدید آموزشی دانش آموزان بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب را خواهند یافت یا خیر امارت اسلامی اما پیش از این گفته که کار روی بازگشایی مکتب ها به شدت جریان دارد صندوق پشتیبان از کودکان سازمان ملل یا یونسف اعلام کرده که صدها هزار کودک در افغانستان با تهدید مرگ روبرو هستند این سازمان همچنان از امکانات اندک در مرکزهای صحی که در نقاط دوردست موقعیت دارند نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته تا برای کمک به کودکان در افغانستان با آنان کمک کنند آگاهان اما میگویند که کمک های نهادهای کمک کننده جهانی بیشتر از سود اقتصادی جنبه سیاسی دارد و درد مردم افغانستان را درمان نمی تواند. در این مورد نوید سمدی گزارش می دهد. نگرانی تازه از مرگ و میری کودکان در افغانستان صندوق پشتبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف در گزارش می گوید که صدها هزار کودک در افغانستان با تهدید مرگ روبرو هستند بر بنیاد این گزارش بسیاری از خانواده ها در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند و توان آماده ساختن غذا به کودکانشان را ندارند. 875 هزار کودک در افغانستان با خطر مرگ روبرو اند. اداره یونیسف در افغانستان به پشتیبانی عاجل جامعه جهانی نیاز دارد تا از سوی تغذیه حاد در میان کودکان جلوگیری شود و آن اده از پسران و دختران درمان شوند که از سوی تغذیه رنج میبرند. برای رای حل این موضوع جامعه جهانی و همچنان حکومت در کنار کودکان استاده شود و همچنان حق تعلیم برایشان فراهم کند و هم کمک های مالی ویژه امرای خانواده شود تا به این معزل بزرگ اجتماعی نقطه پایان گذاشته شود. این سازمان همچنان از امکانات اندک در مرکز های سیهی که در نقاط دوردست موقعیت دارد نگرانی کرده و خواهان توجه جدی به این مناطق شدند. имконоти зёдтар бароҳам кунад бар маризо бадтарин маризҳои сори омададамивақт хурду калон абадтарин дарди ки чи надора мо дигар давлат хоҳишманд ҳастем ки ҳарчи ки аст да тавонишон барои маризои мо кӯмак кунанд میشه که ایمو نفری باشه دایی که یک چیز اگر فتنه نتونه نیا کانو نتونه. آگاهان هم ما میگویند که های نهادهای مدد رسان جهانی بیشتر از سود اقتصادی جنبه سیاسی دارد و درد مردم افغانستان را درمان نمیتواند. کمک ها یک طرف است و کمک صورت میگیره کنترل وجود نداره و در پلوش هم سازمان های اجتماعی که در افغانستان وجود داره اونو هم در شریک نمیشن و شریک نیستن و در اجازه داده نمیشه و در پلوش هم حتی کشورهای کمک کننده هم هدفهای های معینشان در برای کمک ها با کس روشن نمی سوزن. مانا داری کمک ها کمک های سیاسی استخباراتی است. مؤسسه پشتبانی از کودکان یا سیفده چلدرین پیش از این گفته بود که 9 میلیون و 600 هزار کودک روزانه گرست نمی مانند و آنان در کوتا مدت به مواد غذایی آجل نیاز پیدا می کنند. اما با تماس های مکرر موفق نشدیم دیدگاه وزارت صحت آمه را در پیوند به این گزارش داشته باشیم. در رویدادهای جهان این که در نتیجه یک انفجار در شهر کویتا مرکز بلوچستان سین پلیس کشته شده و بیش از سی تن دیگر زخمی شدند همچنان برای اولین بار در تاریخ فضانوردی چین روز چهارشنبه در حالی که یک اک استگاه فضایی در حال چرخش در مدار بود سه فضانورد وارد آن شدند تا ماموریت را از افراد حاضر تحویل بگیرند و نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه هشدار داده که تشدید درگیری های نظامی در این کشور جان غیر نظامیان و ثبات منطقه را به خطر می اندازن. بیشتر در این بسته تصویری The blast took place in the Balele area, در نتیجه یک انفجار در شهر کویته مرکز بلوچستان پاکستان سه تن پلیس کشته شده و بیش از سی تن دیگر زخمی شدند این انفجار که انتحاری گفته شده نیروهای گشت پلیس پاکستان را در شهر کویته در جنوب غربی این کشور هدف قرار داده است گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است این حمله تنها اندک پس از آن صورت گرفت که افراد وابسته به این گروه به آتش بس خود با دولت پاکستان به طور یکجانبه خاتمه دادند یکی از مقام های پلیس پاکستان گفته که این حمله دست کم سی کشته و زخمی بر جای گذاشته که بیش از نیمی از آنها از نیروهای پلیس این کشور بودند یک کودک و یک زن هم در میان جان این رویداد است مقام های پلیس پاکستان گفته که این انفجار نیروهای پلیس را که برای حفاظت از تیم واکسیناسیون پولیو فرستاده شده بود هدف قرار داده است با موج تازه از ابتلای کودکان در پاکستان به فلج اطفال این کشور به تازگی برنامه جدیدی را برای مبارزه با این بیماری در دستور کار خود قرار داده است سه روز پیش تحریک طالبان پاکستان به جنگجویانش دستور داده بود که عملیاتشان را در سراسر سر پاکستان اثر سر بگیرند برای نخستین بار در تاریخ فضانوردی چین روز چهارشنبه در حالی که یک ایستگاه فضایی در حال چرخش در مدار بود سه نورد وارد آن شدند تا مأموریت را از افراد حاضر تحویل بگیرند بعد این ترتیب بعد از ایستگاه فضایی بین المللی متعلق به ناسا دومین ایستگاه فضایی سرنشیندار جهان عملیات خود را آغاز کرد فضاپیمای شنزو 15 یا سفینه الهی و سه مسافر آن با موشک لانگ مارچ 2 اف از مرکز پرتابی جیوچوان به فضا فرستاده شد به گزارش تلویزیون دولتی چین این ماموریت در شامگاه سه‌شنبه و در شرایطی که دمای هوا زیر صفر درجه بود در صحرای گوبی در شمال غربی چین انجام شد با فرستاده شدن شنزو 15 در مجموع 11 ماموریت فضایی برای سرهم کردن اسکاه فضایی موسوم به کاخ آسمانی انجام شده است که در این بین سه ماموریت آن همراه با خدمه بوده که برای نصب تجهیزات به فضا اعزام شده بودند نخستین این ماموریت ها نیز در ماه اپریل سال 2021 آغاز شده بود فضاپیمای شنزو پس از 6 ساعت پرواز به اسکاه فضایی رسید و با استقبال گرم خدمه حاضر در اسکاه مواجه شدند با رسیدن فضانوردان جدید ماموریت خدمه حاضر در ایستگاه فضایی هم به پایان رسید <applause> نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هشدار داده که تشدید درگیری‌های های نظامی در این کشور جان غیر نظامیان و ثبات منطقه را به خطر می اندازد. این مقام سازمان ملل از ترکیه و نیروهای کرد در شمال خواسته که از تشدید درگیری‌ها ها بپرهیزند. گر پدرسن به شورای امنیت گفته که درخواست سازمان ملل برای حدی اکثر خیشتنداری و کاهش تنش درباره سایر مناطق سوریه نیز صدق می کند. او از جمله به افزایش موارد نقض توافق آتش بس در ادلب حملات هوایی منصوب به اسرائیل در دمشق حماس حما و لازقیه و همچنان حملات هوایی در مرز عراق و سوریه اشاره کرده است آقای پدرسن گفته که حملات هوایی حکومت سوریه در ادلب و شمال غربی کشور با کشته و از زخمی شدن غیر نظامیان انجام میده که در کم زندگی می کنند. او تاکید کرده که این حملات منجر به تخریب چادرهای مردم غیر نظامی و آوارگی مجدد صدها خانواده شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده که ارتش این کشور حمله زمینی خود به شمال سوریه را با هدف نابود کردن گروه های شبه نظامی کرد آغاز کرده است. ارتش ترکیه به دنبال بمبگذاری اخیر در شهر استانبول که به کشته شدن شش تن انجامید حملات هوایی گسرده را علیه شبه نظامیان کرد در عراق و سوریه انجام داده است آن کارا این گروه ها را مسئول بمبگذاری استانبول می داند اما گروه های کرد این اتهام ها را رد کردند نماینده سازمان ملل گفته که به نیویورک آمده است تا به شورای امنیت در مورد خطر تشدید درگیری‌های های نظامی در سوریه هشدار دهد و بگوید که این درگیری‌ها ها چه تبعات برای غیر و امنیتی منطقه خواهد داشت در مهمترین های ورزش امروز این که سیومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا کرکت بازان کشور در سیومین بازی یک روزه بین مقابل تیم سریلانکا وارد زمینی بازی شدند. همچنان هفته هشتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هم با دو بازی پیگیری شد در یکی از این بازی ها تیم فوتبال خدیم با حساب یک بر صفر از صد اینو قندهار گذشت از رقابت های جام جهانی فوتبال قطر هم خواهیم گفت در مهمترین های این رقابت ها امریکا با پیروزی در برابر ایران راهی مرحله حذوی شد و ایران از ادامه این رقابت ها حذف شد جزیات بیشتر این همه در بسته با مشهید بارس تیم ملی کرکت کشور امروز در آخرین بازی از رقابت های یک روزه بین المللی مقابل تیم سریلانکا وارد زمین بازی شده است. افغانستان در حال پا به این بازی گذاشته است که در بازی نخست با تفاوت شست دوش سریلانکا را شکست داده است. اما بازی دوم دو تیم به دلیل بارش باران به نتیجه به پایان رسیده است. هفته هشتم لیگ قهرمانان افغانستان هم با دو بازی پیگیری شد. در چهارمین بازی از هفته هشتم رقابت های فصل دوم لیگ قهرمانان افغانستان تیم فوتبال خدیم با حساب یک بر سفر مقابل عینومینه قندهار به پیروزی رسید خدیم با این حساب شانز امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت عینومینه قندهار هم با این شکست سزد امتیازی باقی ماند تنها گل خدیم نیز اسای حیات الله سلیمی به ثمر رسید رقابت های فوتبال جام جهانی قطر هم با چهار بازی پیگیری شد و سرنوشت چهار تیم راه یافته به مرحله هزبی مشخص شد. از گروه بی تیم انگلستان با حساب سی بر سفر از صد ولز گذشت که با کسب هفت امتیاز توانست به عنوان تیم نخواست به دور حذبی رقابت ها راه پیدا کند. آمریکا با حساب یک بر سفر ایران را شکست داد و با پنج امتیاز توانست جواز حضور به شانزه تیم برتر جام جهانی را کسب کند از این گروه ایران و ولز از رقابت جام جهانی قطر حذف شدند از گروه ای تیم هالند با حساب دو بر سفر از صد قطر گذشت و با بدست آوردن هفت امتیاز توانست به عنوان صدیرنشین این گروه راهی دور بعد جام جهانی شود تیم سنگال توانست با حساب دو بر یک اکوادور را شکست دهد و با بعد آوردن شش امتیاز توانست به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله حذفی جام جهانی شود از این گروه تیم اکوادور و قطر از رقابت جام جهانی حذف شدند وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار یان خبرها وقتتان بخیر خدا نگهدار